سلام، شبتون بخیر. با یک قسمت دیگه از تشخیص تصاویر در خدمتتون هستم. امشب میخوایم در مورد یک بیماری با هم صحبت بکنیم که حالا هم میتونیم تصاویر رو با هم ببینیم و چک بکنیم یک سری چیزهای جالب رو، و هم یک اتفاقی که ممکن خیلی براتون پیش بیاد توی بالین با هم دیگه در مورد صحبت بکنیم. یک در حقیقت فرنچ بولداگی رو میبینید که چشم راستش آسیب دیده، و وقتی که با دقت به این چشم نگاه میکنیم یک ناحیه رو روی قرنی میبینیم که آسیب دیده، و خب اون قسمتی هستش که دچار تروما شده، و در این حال رگ هایی که روی پلک سوم میبینیم، و همینطور کانژکتیویتی که اینجا دیده میشه، و همینطور ادم قرنیه که تو این ناحیه وجود داره. اما خب وقتی ما به داخل چشم هم نگاه میکنیم چند تا نکته نظرمون رو جلب میکنه. یکی ناحیه مشکی رنگ و یکی هم ناحیه سفید رنگی که اینجا در حقیقت قرار داره. اما وقتی عکس یکم جلوتر میاریم و بهش نگاه میکنیم، ادم قرنیه خب بسیار زیادی که در این ناحیه وجود داره و ما خیلی واضح این ادم قرنیه رو میبینیم، و همینطور رگزایی که از ناحیه لیمبوس در حقیقت داره به سمت قرنیه حرکت میکنه و مشاهده میکنید. کانژکتیویت خیلی شدید که روی پلک سوم کانژکتیوا میبینی که کاملا متورمه، و همینطور توی این ناحیه، و ناحیه‌ای که ما اینجا لسریشن داریم به خاطر گربه‌ای که چشم این بچه رو چنگ زده، و این چنگ گربه خیلی اوقات هم میتونه توی گربه ها هم میتونه تو سگ ها اتفاق بیفته، به خصوص تو سگ هایی که مثل این فرنش بولداک خیلی کنجکاو ممکنه باشن. و این ناحیه که اطراف در حقیقت عنبیه وجود داره، و میبینید که یک حالت دایره قهوه‌ای رنگ تیره وجود داره که حالا در موردش صحبت میکنیم. اما چیزی که میخوام اینجا بیشتر نظر شما رو بهش جلب بکنم، وجود یوویت خیلی زیاد هست که علامت این یوویت همین رگ‌هایی هستش که مشاهده میکنید، و یکی از مهمترین علامت های دیگهش وجود همین برگشتگی لبه عنبیه به سمت بیرون هست که بهش میگن اکتروپیون یووا. این اکتروپیون یووا یکی از نشونه های در حقیقت یووایتیس هستش که ما تو این چشم مشاهده میکنیم، و از همه مهمتر وجود کاتراکت هست یا وجود آب مروارید، که این بیمار قبل از این اتفاق آب مروارید نداشته. و وقتی ذهن ما میاد به این سمت که خب این بیمار چشمش ضربه خورده از این ناحیه که میبینید هم ادم قرنیه داره و هم در حقیقت این ناحیه داره دچار ملتینگ اولسر میشه و زخم داره به خاطر رشد باکتری ها خیلی وسیع و شدید میشه و یک جورایی قرنیه داره حالت ذوب شدگی پیدا میکنه. وقتی که به این قسمت توجه میکنیم و وجود این آب مروارید و این التهاب شدید، که معمولا این التهاب شدید اصولا یکی دو روزه اتفاق نمیفته و اینقدر حاد ما نمیتونیم این التهاب وحشتناک رو ببینیم، به چیزی که ما بیشتر شک میکنیم این سپتیک ایمپلانتیشن سیندروم هستش که تو سگ‌ها و گربه ها اتفاق میفته و میتونه منجر به اندوفتالمایتیس و همینطور آبسه لنز بشه، و خب باعث آب مروارید هم در حقیقت میتونه بشه. اونم به خاطر پنجه گربه هست که وقتی گربه ضربه زده به چشم، پنجه گربه نوک پنجه از قرنیه رد شده و وارد لنز شده و حتی کپسول لنز رو به احتمال زیاد پاره کرده، و حتی اگه پاره هم نکرده باشه به خاطر اینکه نظم فیبرهای لنز رو به هم زده ایجاد آب مروارید کاتراکت کرده، و اگر هم ایجاد در حقیقت لنتیکولار آبسس و همینطور اندوفتالمایتیس بکنه که خب متاسفانه احتماله که چشم بیمار از بین بره خیلی زیاد هست. در اینجور مواقع چند تا کار خیلی مهم باید انجام بشه. اون همین هستش که ما باید یووایتیس رو حتما کنترل بکنیم، از آنتیبیوتیک های وسیع و طیفی استفاده بکنیم که میتونه روی فلور در حقیقت که توی دهان گربه میتونه باشه چون پنجهش رو لیس میزنه، بتونیم در حقیقت اون رو ساپورت بکنیم و اون رو بتونیم کنترلش بکنیم. و عرض کنم خدمت شما ممکنه که بتونیم با کنترل یووایتیس و با کنترل التهاب داخل چشم به صورت هم موضعی هم به صورت سیستمیک و با کنترل عفونت
ممکنه بتونیم چشم رو نجات بدیم. همینطور خب باید مدیریت زخم قرنیه رو هم داشته باشیم. در مواقعی که زخم قرنیه داریم، ما یوویتیس رو نمیتونیم به صورت موضعی کنترل بکنیم و یعنی با دارو ضد التهاب، ولی میتونیم از داروهایی مثل آتروپین برای کنترل در حقیقت اون از بین رفتن اینتگریتی سطح قسمت براد آکوس بریر داخل چشم استفاده بکنیم و بتونیم یوویتیس رو اونجوری در حقیقت یه جوری کنترل بکنیم، مردمک رو در حقیقت باز بکنیم و از ایجاد پوستریور سینکیا یا آنتریور سینکیا جلوگیری بکنیم و درد حیوان رو تا یه حدی کم بکنیم، زخم رو بتونیم کنترل بکنیم، اون التهاب و عفونت داخل چشم رو بتونیم کنترل بکنیم در اثر پنجه گربه و امیدوار باشیم که بتونیم چشم رو در حقیقت نجات بدیم. اما گاهی اوقات ممکنه اونقدر اوضاع بد نباشه، مثل این بچه‌ای که چشمش رو گربه آسیب رسونده. میبینید که ما یک بافت قهوه رنگی اینجا از چشم زده بیرون که این در حقیقت همون انبیه ما هستش. در اطراف شما قرنیه رو میبینید که آسیب دیده و پاره شده، یعنی این ناحیه کلا قرنیه پاره شده و انبیه اومده به پشت قرنیه چسبیده و اون قسمت رو در حقیقت بسته که دیگه زلالیه بیرون نمیریزه و سیل کرده اون قسمت رو. و عرض کنم خدمت شما، خب اینجا ما قرنیه تا یه حدی شلوور رو مشاهده میکنیم، یعنی حالت قرنیه که یه جوری حالت نمیتونم بگم ذوب شده است، ولی خب چسبندگی خوبی به لایه زیری نداره. خوشبختانه اینجا ما میتونیم مردمک رو ببینیم تا یه حدی که خب این خیلی مهمه، باید حتما مدیریت یوویتیس رو داشته باشیم به صورت سیستمیک و همینطور از داروی گشاد کننده مردمک استفاده کنیم. عروق هم که مشاهده میکنید، عروق سطحی سوپرفیشیال که حرکت دارن میکنن به سمت این زخم که بتونن این زخم رو برای ما کنترل بکنن. و خب این یه نمونه حال به نسبت خفیفتر هست به نسبت بیمار قبلی که خوشبختانه به عدسی یا لنزش آسیب نرسیده، ولی خب این در حقیقت تروماهای شارپ رو باید همیشه مد نظر قرار بدیم و حواستون بهش باشه و به خصوص این سپتیک ایمپلانتیشن سیندروم که میتونه باعث از بین رفتن چشم در یک بازه زمانی چند هفته بعد از اون پنجه گربه و اون آسیب در حقیقت عرض کنم خدمت شما شارپ به چشم بشه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این قسمت از تشخیص تصاویر و اگر سوالی داشتی میتونید توی کامنت رو بنویسید، ما در خدمتتون هستیم.